دیس تتلو از دشمنان قدیم و دوستان جدید، لجن از جی جی و خسه. خب بچه، اگر این داستان قدیمی تتلو و زد بازی رو از قدیم دنبال کرده باشیم، میدونیم که زد بازی یه جای خوشش نمیاد خیلی با تتلو همکاری بکنه. خب مثلا جی جی حالا بقیه نمیدونم، چون که توییت های رد و بدل شده جی جی اینا رو دیده بودم. پست از فیسبوک بود، از اون قدیم بوده که آره گذاشته بودن. آره ما اگه نم خیلی چی بشه که با تتلو بخوان یا آهنگ بدیم این داستان. بعد نمیدونم چی میشه که اینا آقا دیس میکنن، یعنی جی جی میاد بخواسته. حالا اگه کسی داستان کارو میدونه تو کامنت بنویسید، ولی من نمیدونم. فهمیدم که آقا دیس چی میشه و دیس میکنن لجن بس تتلوه. بریم هم دیگه گوش بکنیم. خب ولی الان خوب شدن، الان با هم دیگه اینجوری یعنی حتی جوره. قرار بود یه ترک هم واسش بزنه، ولی خب با سر داستانی که نمیتونیم خوردن به هم دیگه نزد دیگه. آره اون داستان ام جی ام که حالا بعضیت میدیم بعضیت نمیدیم، اونم داستان تحل شده جیبلش کنه یه چند موقع. مثلا میدید بعض وقتا یه اتفاقای کوچیک میفته، خیلی اتفاق مهم نیستش. آقا بریم هم دیگه گوش بکنیم. فقط بشه دکه صدقه تاله برو لکس اپ کن. اوه یا اگه خواستی اینستاگرام ما رو داشته باشی، آیدیشو میتونی اینجاها ببینید. تلگرام اون توی دیسکریپشن هستش، چند دومون هم سر دارید. ویدیو فوق العاده خفن و باحال و بامزه لینک کانال بود دیسکریپشن قرار اونجا من سابسکرایب کنید، چون بهترین بلاگ و بهترین بازار تاریخ اندت فارسی اونجا قرار داره. چیزای باید مهم اینجوری پیدا نمیکنید، مخصوصا اینو به با کانفیدنس کامل با اعتماد نفس کامل میگم که از امشب به بعد ویدیوهایی دریافت میکنید که اصلا دیگه بگین آی این چی بود تا من چه ندیده بودم چیزی جدا از تمام همه این حرفا. برو تو دیمت فارمه لجن. قدیمیه. ببین لیتو سگش به تو میارزه، اصلا یه سگ انش به تو میارزه. خیلی جدی نگیری، ما مثل ورزشکارا بعضی اوقات باید تمرین کنیم، اینم تمرینیه. حالا یکی سه بود دارم میخواستی برو بریم. وایسا قبل اینکه برو بریم، خیلی قدیمی مثلا انتظار همچین چیزی نداشتم. اولا از آهنگسازی خیلی عجیب شروع شد، بعد که این حرفایی که زدم اصلا بوم بود. لینک از آهنگ تو دیسکریپشن هست، اونجا اگه خواست میره گوش کنید. رو پیج خود جی جی هستش، یوتیوبش. آره چالش لجنی تو پا پستاتی ما سفر خفنی. لجنی کیسه بوکس هم میشی بعد یه ورمی. بیستا پست روز بک کردش اینستا رو مرور، هر حرفش بی جا و شور، در حد شیشتا جغدی کور. حسلم سر رفته ایسکا اوتوبوس، چه کنم رد داده چند دفعه این یارو تو روز به لباس بچه چی حاجی چی شده رد داده چند دفعه توی روز توی روز. خب در حد شیشت جغد کور. آره اون درختی کردش جغدش کوش نه رفتی اون نداشت، ولی خب گفتم جالب شد که اینو اشاره بشو کنم. بی رب بود یخت فکر کردن. خب یاد این افتادم که این لجنی رو خب ام جی توی آهنگ دیم یه خفنی اینجوری اون میگه، مثلا اون آشناس چقدر. حالا میگه میزنه یه مشت، میگه تو پست اینستا مثلا این سیما داریم سفر خفن میکنیم اون حرفا، اینستا رو کردی قروق، هر حرفش بیجاشو کلم. یه حرفه مثلا چرا داری میزنی به درد نمیخوری، و اینکه ما هم حوصله ما هم سر میبری. درسته همچین کنم رد داده چند دفعه این یارو تو روز به لباس بچه چی کار داری داداش حالت بده، تقصیر خودت نی نبود بابا بالا سرت، اگه بودم خودشو میکش که بچهش رد داده، میگفت امیر بچه من نی اصلا لهجهش فرق داره دیگه. وای سبینم چرا بچه رو باباش شمالی شد، این لحظه شمالی بودش. آره میگفتش درسته؟ آره لحظه داره میگفت بچه شمالیش اینجوری بکنه جد چند شمالی با باش بوده. نه میگفت اشتباه گفتم. خب این بچه بابا بالا سرش نبوده که اینجوری شده، اگه هم بود خب رد میداد رد میداد گفت این چی چه اینجوری شده. خب مثلا این حاجی این خیلی جیجم بد نیست میکنه. خب دست کم نگیرید، بریم به لباس بچه نه اون مال قدیم بوده تن اون نفهمید. اگه قدیم دو بار میکنیم بدونید خودت نی نبود بابا بالا سرت، اگه بودم خودشو میکش که بچهش رد داده، میگفت امیر بچه من نی اصلا لهجهش فرق داره دیگه، تضاد رو حجاب و فرهنگ نبینم وقتی فک و فامیل خودت داشت پلنگ ترینه. حاجی مال اون وقتی میگفت که
حجاب برداشت باشن طرفدارش. آره میشه این یارو رئیسی بود حرفا. خب یه دیگه واسه ما مثلا تزنی واسه مردم چی بشن چی. آقا من تایتل رو دوست دارم خب مثلا آهنگاش هم همه گوش میکنیم دیگه خودتون هم میدونید این سطح، ولی یعنی اصلا اون چیزایی که در مورد حجاب حرف زد یعنی هیچ درصد بره هر زمان بوده دیگه نه چوز اصلا موافق نیستم خب با اون قضیه چیزا. یه دو تا حرف داره تایتل که باهاش موافق نیستم. یکی لباس و حجاب و این حرفا است، یکی وگان و این صحبت است. خب تاتو چی؟ تاتو مخواهی؟ تاتو مهم نیست، یکی دوست داره میزنه یکی دوست داره نمیزنه. امینم وقتی فک و فامیل خودت داشت پلنگ ترینه فاز مسلمون و نجیب برداشتی تو نصف ویدیوهات صلیب انداختی بیا تو رپ اینجا مخا مریضه انگوش میشی داشتی اینجا مخاطب هیزه رپ اوه اینجا مخاطب هیزه اشه انگوش میشی داشتی اینجا رپ بیاد تو رپ اینجا مخا مریضه انگوش میشی مخاطب هریسه نه هیزه مخاطب هیزه, هیزه. آقا زیر پستای رپرهای دختر کاملا این مشخصه فاز مسلمون میگیری نصف ویدیو هست توش صلیب هستش اونو دیگه من نمیدونم یادم نمیادش واقعا مخا مریضه انگوش میشی داشتی اینجا مخاطب هیزه رپ اون چیزی نیست که میخونی رو گیتار نادر مشتری شماره یک شو میدیم بیتار و ما جه و سروش کلاری مامی بگیره تو کله با سامی گیگیه. آره پسر چیکار کرد؟ بذار اول گفت رپ و رو گیتار آقناده بریم و آقناده نمیخونن بیا مثلا مشتری شماره یک بده شماره یک بده بریم خب بعد با سروش کلداری حاجی تو به سروش نمیخوری بعد باری با آدم سامی بیگی سامی گیگی گفت گیگی ولی خب بیگی منظورش پسر خیلی باحال گفت ولی اون موقع بوده که با هیچ کسی هم... هنوز بعد داشت فکر میکنم اون موقع هنوز با هیچ کسی بعد داشته بودن درسته چون گفت با سروش کلداری احتمالش هم بعد مشکل داری حالا مثلا گفته این شکلیه این فکر کنم قبل از اون دا چون آخر قبلا خب جی جی با سروش خیلی اوکی بوده میگفت خیلی کارش خفنه ولی من به نظر اینه که الان که مثلا اینه با هم اوکی شدن که بیا آقا رو بیت بزن ولی گفتن خب مثلا تتلی گفتش من رو ساز مثلا لایف میخونم ولی مثلا با بیت الکترونیکی نمیتونم چون آهنگای طولانی بدم مثلا همین نشده شده بگیره تو کله با سامی گیگیه آره همونی داداش بنتون بونی جم کن کنی مردم کنی که خوبه رو بدون جنجال تشخیص میدن آیفونا با آهنگامون لبریز میشن کارات پس برام گمه ما بی‌حس دادیم تو فیت با اردلان تومه آره او ما بی‌حس دادیم آره ما بی‌حس دادیم تو فیت با اردلان تومه حالا اونو نگه ولی خب داره میگه که اردلان تومه به درد میخوره تو رفی با کی دیست داری خب بعد اینکه کارامون با آیفون تو آیفون ها لبریزن خب اینکه اونا که من فکر کنم معنیش اینه خب اونایی که آیفون دارن خب مثلا کار دوستا آره. پول دارمون دارن با آهنگای ما گوش میدن خب دعوا میکنه این چداش میزنه بعد اون طرف تیکه میتونه با این حرف به اون آهنگ من تتلو باشه که میگه آقا مثلا من شعر نیستم تو آیفون هم مینویسم اون حرفا این که میگه آره داداش همون بند تنبونی خب فکر کنم یه اصطلاحی بود خب که مثلا میگن کاراش بند تنبونیه خب یعنی مثلا لیبل پایینه اینو داره میگه حالا من خب. با اون حالتی که خوندهش احساس کردم مثلا از روی تیکه رپ به آهنگای قدیمی تتلی داشته باشه این آدتون داشت روش نمیدونم خب جمع کن این مردم اونی که خوبه رو بدون جنجال یعنی که آقا نیاز نیست مثلا ما جنجال رو کنیم که منو بفهمن خوب بیا دنبالمون خب خودشون میتونن بفهمن به کار تو یعنی تو میخوای با جنجال بیای بالا منظورش اینه دست برام گمه ما بی حس دادیم تو فیت با اردلان تومه آره اردلان تومه اردلان تومه برو دعا بخون بگو ربن و توبه اردلان تومه اردلان تومه چند تا آهنگ داری تو با اردلان تومه گیری داده به این اردلان تومه بعد اونجا اینجوری هم کرد خب مال آهنگ بکنم شبشونه که با اردلان تومه اینجوری میخونه خب آره بیا برو دعا بخون ربن و توبه آره یادم یه چیز داشتش تتلو یه اینترویو مصاحبه داشتش خب که توش بگاهش آقا این ربنای استاد شریف نزنید سر ما اون تو اون کار مثلا خوبه حالا ما چیکار کنیم حالا اون ربنا رو دادن تا گام فلان خونده چیکار کنم من آهنگ خدا میکنم حرف به جایی هم بود اون حرفش بزنم بریم اردلان تومه چند تا آهنگ داری تو با اردلان تومه جیگلی 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 دامبولی تو بین رپ را چی میگی زیگلی 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 فقط خواهی ها رو میدونم میگیری
جیگلی جیگلی آورد. آهنگ جیگلی خب. توی رپرها چیکار می‌کنی؟ زیگلی 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 این چه اضافه دیگه آره خب. بعدم هستش. بعدم این که فن خایا رو می‌گیری. یعنی تو خایمال میری بالا. چت بود. بعد گفتم دست مگه جدیو میتونم میگیری 80 پیش سبز بودی بعدم قرمز آبی به کی ثابت نشده که تو حزب بادی واسه 100 تا لایک میفروشی خانوادت قیمت بدی صبح من برات کارت به کارت زدم لجنی ما لجنی ما لجنی ما چی شد؟ لجن ما آره لجن ما آره چون لجن ما تو با 100 تا لای خانواده میدی حالا این آره خب خب واسه چی دیدم گفتش که 8 سال پیش سبز بودی خب واسه همون جنبش سبز و موسوی اینا ولی الان قرمز آبی قرمز آبی فکر کنم واسه صورتش بود چون دستش آبی بود دستش سبز قرمز کرده بود استاد پرسپولیس نیست چون میگم یه وقت مثلا دو مال استاد بود ولی مدت مال پرسپولیس نه میتونه چون اولش یادم اون تتوگی زده بود قرمز بود اینجا ولی خب بعدش آبیش هم کرد نیست صورتشو واسه همون میگم شاید قرمز آبی گفتش نمیدونم جالب بود شما کارت هم بریزم یا ما میریزم قیمت دیگه صبح من برات کارت به کارت میریزم خانواده شما سم میگفت شت هم بدی بود این کارت زدم لجنی ما لجنی ما فخلصه کو لجنی ما اینجا نه یا لجنی ما لجنی ما لجنی ما برو همون سبت پا لجنی ما لجنی ما لجنی ما اینجا نه یا لجنی ما جی دوباره زدی تو فاز دیس فکر کنم آهنگ است که چی؟ جی خلصه نمیخواد دیس بده ولی مثلا جی جی هی بهش استرار کرد بیاد تو دیس چون الان همین الان گفت جی زدی دوباره تو فاز دیس و اینا فکر میکنم چون من یه همچیز شهیده بودم ولی نامه آهنگ لجن بودی اصلا چون به شما یادم ولی خب اگه میدونی مطمئن نیم بسان بنویسیم که فکر کنم این دوباره خلصه خیلی نمیخواست دیس بده کلی تیکن داخت دیگه تا اینجا دیگه ترکون دیگه خلصه میخواد چی کنه خفن بود لجنی ما لجنی ما کسی در جای بی خیال دیس میسو دمی بیچم دستم کیش میشو سن توی فاز ریش میشو واقعی نیستی چیشون فاک ما رو نشون ندا بیست و سی داشت کسه میگم میشناسیم داشت شبا خالی میشه بیست و سیگار مجرمای تو لیست هیپ هاپ همه هم ساکت دقت میکنی آره. خب یکی اینا ولش کنه ریش پیش رفت میکنه ریش پیش و فلان حرفا میگه که آقا اولش گفت جی بی خیال دیس بشو آره دیس میسو خب دیس میسو و ریش پیش و این صحبت ها پیش میشو این داره میگه که آقا مثلا اینا رفتن تو این فاز خب بی خیالو مثلا این به درد نمیخورن و اینجور صحبت تا درسته شناسیم داش شب خالی میشه 20 تا سیگار مجرمای تو گفت نشون میدن 20 تا سی خب درسته 20 اخبار نشون ندادن 20 تا سی داش آها من نشون ندادن همون چون احتمال تازه بعد نشون دادن که میگم مثلا اینا رفتن تو اون فاز خب ریش گذاشتن بره میشه تلویزیون نشون میدن و این داستان رو ناب و فلان این صحبت حالا که نگفت ولی خب جمع شدن دیگه و میگه میشستیم اون کسه میگم سی داش کسه میگم میشناسیم داش شب خالی میشه 20 تا سیگار مجرمای تو لیست هیپ هاپ همه همون ساکتیم یکی این کس کشو بکشه اپیریز ما مقصریم هیچ کدوم دنیا مونی چی توش قطعی نی فکر کنم رد دادم امیدم و میخوام بگیرن شهر دادم دوتاشون شب با من فیساشون یادمه ولی خب ممکنه به اسم من نشناسم چه فاز چه فلوی با مثلا گوش نگم چی داشت میگفت دیگه خب رفتم تو فاز فلوی که دارم میام خیلی حال کردم هیچ کدوم دنیا اون هیچ توش قطعی نیست خب خاطر اینکه رپرن و حرفا ولی اون مثلا شهرزاد رو من چک کردم امید دختر پسر شهرزاد بود تو فیلم شهرزاد که میخواستن بچه ازش بگیرن خودش میدونم بعد میگه آقا من امیدم خان بگیرن شهرزادم خب و چی دوتاشون شب با من فیسشون یادم ولی خب ممکنه به اسم نرسیم نمیم حالا ولی حالا که با من فیساشون یادمه ولی خب ممکنه به اسم من نشناسم فکر کنم تب دارم داغم و باز میشم داکترم هر سالم دکتر حق دارم کاملا شبیه ایوونه رفت دارم ایوونه رفت دارم آدم و کف دارم گناهام زیاده دنبال کفارم دقت کردی هیچ دیسی نداد به چی؟ آره هیچ فقط هم گفت یک کاتش رو هم بکشین خب باید دیگه که اینکه رفتم تو کازه ریش پیش و این صحبت ها پنگ اصلا اون تئوری که من دارم مثلا اینکه خاص نمیخواد دیس بده درست بود درست این بعد رو خودش میگه که من اصلا من اینجوری هم اینجوری هم متوجه میشین یه لیازی به توضیح دفت دارم آدم و کف دارم گناهام زیاده دنبال کفارم لجنی ما لجنی ما خیلی کوتاه لجنی ما اینجا نه یا لجنی ما انگوش میشه گفت لجنی ما لجنی ما برو همون سبت پا ببین دنیا تو موبایل تو خلاصه نمیشه
خیلی دیدت کوتاهه، یه دوتا مسافرت برو، یه دوتا چیز ببین، بعد یه ذره آدم یا حرف منطقی است بنظرم، جالبی زد. خب گفت مثلا که چی، سفر برو دنیا رو ببین. نه این لحاظ که مثلا آره مثلا اون فکر کنم اون زمان تطلب همش مثلا هی میاد تو اینستاگرام هی مثلا استوری حرف میزد این حرفا، میگه آقا چی میگی تو اینستاگرام، برو مثلا دنبال استی. آره نه بعد سفرای تطلب خبر نه فکر کنم به غیر از گرجستان و استانبول که واسه کنسرت داشت فکر نکنم یه جای دیگه رفته باشه. من ما نمیدونیم که حالا خب ما نمیدونیم، شاید شما بدونید، البته اینو نمیدونم. دو تا چیز ببین بعد یه ذره آدم یا جی جی بود ویلکون دیس میسو پایم من پایم پایم من بزنیم لکن باب اسفنجی تور. چرا اینجوری خنده این خنده گذاشتن آخرش قضیه؟ خیلی میخوانم سمش کنن، میخوانم تحصیل سمش رو دارم بالا. واقعا من اصلا اینو نگرفتم این هههههه واسه چی بود. اولی که باییم که خب این خنده سپیر شهیدیم خب بعد اون طرف یاد چی دوتم باب اسفنجی گفتم که اینجوری میخنده، ولی باز باب اسفنجی هم چرا توی لجنداره نمیدونم. باز من حالا فوند لجنده شبیه داره اصلا شرک ماننده. آره بادکنک و شرک اصلا شرک سبز بود دیگه، ولی خب این دیگه یه سری مابینش بود. خب بچه ها یه سری تیکا بود که احساس کنم ما نگرفتیم چون که حالا رفرنس به وقتا و صحبت هایی بود که ما شاید اون موقع دنبال نمی کردیم. اگه بودیم حتما تو کانتا بنویسیم ببینیم که چی بود، ولی خب ترک باحال بود به نظر من. ورس خزه خیلی کوتاه بودش، ولی جی جی خب خودش خیلی دیگه حرف زد. دوست دیس زیادی نداشتش ولی فلومنو آهنگش چه حال کردم. یه ذره میتونه هایپ تر باشه به نظر من. خب ولی خب بالاخره دیس میشه به لیریکش مهمه و این صحبت کاری نداره. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشه. اینستاگرام تو که 100 دقیقه تری مونده لایک سابسکرایب واسه مون بنویسین. او یه اگه واسه اینستاگرام مارو چشین آیدیش میتونید اینجاها ببینید. تلگرام تو دیسکریپشن هست اونجا پیدا میکنید. چند دونه هم سردن چون ویدیو خورد خفن است. برنات التیمت برنات التیمت فور بچا حتما اونجا سابسکرایب کنید. یادتون نره برنات التیمت. تو برام میشه مرسی ویدیو تو اینجا که مدتون شیر کنین تا ویدیو بعدی. فعلا.